دوری بر همیهنانه ارجمندم هنگام افشار بامداد شما خوش شنبه 8 بامداد به وقت محلی کالیفرنیا اول دسامبر 2012 میلادی به همراه امیر شهرتی گرامی برنامه امروز رو در رو خدمتون تقدیم میکنم. دوستی از ایران بازگشته بود، سالها نبود ایران و میگفت من برای خوشگذرونی نرفته بودم، برای دید و بازدید، برای دیدن اقوام رفته بودم و به من خوش گذشت، دوست داشتم. آنچه تعبیری که میدید بسیار محسوس بود از دیدشون، عصبیت بیش از حد مردم بود. عصبی، خب تحریم ها، فشار اقتصادی بیش از حد، فشار سیاسی که میگوید اون گونه که ایشون تعریف میکرد، مردم چون خودشون آزادی بیان رو به دست آوردن در خیابانها، در تاکسی، در صفوف خرید، موضوعی نیست، به خیال خودشون آزادی رو دارن و انتقاد رو میکنن، داد و بیداد رو میکنن، حتی کلمات رکیک نثار آقایانی که این نظام رو میچرخانند میکنن بدون اینکه وحشت داشته باشن. تفریحشون رو میکنن، توالت رو میکنن، توالت های قلیز، لباس های پاریسی، از پلیس جلوتر دختر و پسرها قلیان میکشن، به کافتریاها میرن، در پارک ها میگردن. همه اینها هست، همه اینها هست. آنچه که عصبانی هستن وضعیت اقتصادی، یعنی اگر قدری وضعیت اقتصادی آرام بشه، او یا برای اونها مسئله حجاب مسئله ای نیست، چون حجاب رو رعایت نمی کنن و موضوع اقتصادی است. هر لحظه امکان انفجار میره، انفجار داخلی توسط مردم، و یک آمادگی هست برای خیزش و ایستادگی مقابل این حکومت، ضمن اینکه کسی برای تغییر حکومت دورخیز نکرده و در ذهنش نیست، جایگزین وجود نداره، میخواند بره این حکومت، میخوان جایگزین بشه، میخوان از داخل توسط خود مردم، یعنی درست خلاف آن چیزی که ما در اینجا فکر میکنیم باید یک جایگزینی باشه برای مردم ایران و از اینجا یک حکومت یا نوع نظامی صادر بشه. موضوع اونها موضوعات مردم داخل ایران موضوعات دیگری است. آن آزادی های زبانی که میخواهن خودشون به دست آوردن. و عجیب این که میگفت اتفاقا همین آقای بزرگ، آقای ولایت فقیه خامنه ای هم گفته به مردم زیاد فشار نیاورید، چون میفهمن که این فشار زیاد دیگه تأثیری نداره و مردم کار خودشون رو انجام میدن. بالاخره این ملت آزادی خودشون رو خواهد گرفت. از فشارهایی که در درون خود این نظام، خود نظام بر خودش وارد میکنه و از فشارهایی که بر مردم هست، زمانه این گونه نخواهد بود. باز برگرداندن این کشور و تبدیل این کشور به یک حکومت طالبانی و جمعیت زنان رو به یک عادت و پوشش و فرهنگ طالبانی غیر ممکن. 33 سال سعی شد به شکست انجامید، اما اینکه مردم ایران آمادگی انفجار رو دارن، در چهره هر فردی چه صحبت کنه چه نکنه مشهوره. و در اینجا من تلفن و ایمیل میگیرم از ایران. اولا خیلی عذر میخوام از دوستان عزیز داخل ایران که میخوان من باهاشون تماس بگیرم، تماس نمیگیرم. علتش فقط وحشت من از خود اونهاست که آیا تلفن هاشون کنترل میشه، کنترل نمیشه. نمیخوام. موضوعات خودتون رو، درد دل ها رو بدون اینکه اگر میخواین صداتون پخش بشه پخش میکنم، اگر نه من خیلی از داخل ایران اطلاعات میگیرم و در اینجا با مردم تقسیم میکنم. این تماس ها هست، منتها یک قدری ملاحظه میکنم از تماس مستقیم با داخل ایران، اما بخشی از این تماس ها چاره جویی و
کمک خواستن از ما هست برای اینکه بخوایم راهی رو باز کنیم برای فرار اونها از ایران. حالا از چه قشری هستن؟ نویسنده است، معلم، مهندس، خانه‌دار، همه میخوان فرار کنن. من نمیدونم در بین 198 کشور جهان که مشکل اقتصادی دارن، مشکل سیاسی دارن، مشکل اجتماعی دارن، آیا تمام ملیت ها میخوان فرار کنن بیان امریکا، یا این فقط خاص ایرانی هاست؟ کشورها چگونه ساخته میشدن؟ کشورها چگونه به دموکراسی رفتن؟ با حضور خود مردم. قرار نیست که مردم افغانستان بیان در ایران و بالاخره آزادی رو برای مردم ایران بیان. هیچ آزادی و عدالت اجتماعی به وجود نمیاد در ایران مگر توسط خود مردمان. اگر قراره که همه فرار کنن برای اینکه به تنگ آمدن و میخوان زندگی بهتری داشته باشن، چه کسی قراره که این مملکت رو تغییر بده؟ مگر در 33 سال اخیر همین کوشش های نهاد های فردی و گروه های کوچک، جنبش های اجتماعی نبوده که ایران رو به اینجا نشونده که در چشم جهانیان به عنوان یک مردم آزادی خواه، زنان ایران الان به عنوان شاخص‌ترین زنان مبارز جهان، چه کسی بوده؟ آیا زنان پاکستان بودن، زنان امریکایی بودن، زنان فرانسوی؟ خود ایرانی ها بودن. فرار، خب ما قبل از انقلاب آمدیم، سعی میکنیم به گونه این حس گناه رو جبران بکنیم از طریق این برنامه ها. ما دیگه قبلش آمدیم و راه بازگشت برامون نیست. شاید میگم ما هم بودیم میخواستیم فرار بکنیم، اما این شوق و شوق به فرار در ایرانی ها که هر کس در حیطه خودش کار مثبتی داره میکنه، فکر میکنه به بن‌بست رسیده و میخواد بیاد خارج از کشور، یک ندای تأسف انگیز و غم انگیزی است. نباید فرار کرد، باید ایستاد. همه کشورهای جهان نارضایتی وجود داره، در همه خود امریکا که همه فکر میکنن باید به امریکا شبیه امریکا بشن، یا در اروپا با مشکلات اقتصادی مواجهن، با مشکلات مذهبی مواجهن. اجازه بدید نامه یک معلم رو که از بینندگان این برنامه هست براتون بخونم. درود، من مدت هاست که بیننده برنامه شما هستم. تا کنون هم چند ایمیل برای شما فرستادم، اما این بار از شما خواهشی دارم. از اوضاع احوال ایران که مطلع هستید، کسی نمیتواند حرفی از دین و مذهب بزنه، یا جاش تو زندونه یا بالای چوبه ای دار. من معلم هستم، این که میبینم چطور دارن ذهن و مغز بچه ها رو با اراجیف مذهب پر میکنن، چیزهایی که هیچ کجا به دردشون نمیخوره، حسابی حالم به هم میخوره. چطور میشه تو مملکت مذهبی با افکار ضد مذهبی زندگی کرد؟ مشکل همینه. شما هر جا برین افکار مذهبی هست، افکار ضد مذهبی دارید، آیا میخواید مملکت رو ضد مذهبی کنید؟ نمیشه. در هر کجای دنیا برین مذهب به نوعی هست، مذهب یا آیین. شما با بی مذهبی خودتون بسازید، نخواهید جامعه رو شبیه خودتون بکنید. تا اونجایی که میتونین دانشجوها و شاگردان خودتون رو کمک کنید که آگاه بشن، اونها خودشون بعد انتخاب میکنن. تو روزهایی که به اسم محرم معروفه، نمیدونید که با هر روشی سعی میکردن مردم رو تخمیق کنن. وقتی این شرایط رو میبینم، این که چقدر بعید به نظر میرسه که این مردم رو روشن کرد که بابا اینا همش دکان بازار آخونداست، ناامید میشم. در فکر خارج شدن از این منجلاب هستم. آیا نهاد، ارگان، گروه، تشکل یا سازمانی در خارج هست که بتونم به افرادی مثل من کمک کنن؟ اگر هست روش رو به من نشون بدی که بتونم باهاشون تماس بگیرم. منتظر پاسخ شما هستم. از این نامه ها بنده میگیرم هفته چند که میخواهند راهی رو. متاسفانه ایرانی ها هیچ گونه نهادی در هیچ کجای دنیا ندارن برای کمک به ایرانی ها. اگر هم یکی دو نهاد انتفاعی هست، ظاهرا غیر انتفاعی، بیشتر به جیب خودشون میرسن، ولی ما این نهاد ما خیلی میلنگیم. اینم که نهادی باشه که بخواد کمک کنه، امکان نداره. و خیلی ها به هر حال با شرایط سخت فرار کردن، سرمایه‌شون رو گذاشتن، زندگیشون رو گذاشتن، به دنبال زندگی بهتر آمدن در ترکیه، پاکستان، افغانستان،
کشورهای دیگر، یونان، گیر افتادن، من تو خیابون خوابیدن. من پیشنهاد نمی کنم که چون خودم در جای ساحل گرم و راحت و محیط بدون دغدغه نیستم بگم شماها خارج نشین در ایران، ولی این ذهنیت که همه فکر میکنن باید خودشون نجات بدن و جامعه رو رها بکنن، ببیش یک معلم من رو آزار میده. خیلی پیشرفت کرده از لحاظ ذهنی ایران. بله در روزهای محرم هم اینها بزرگترین شوها و کارنوالها و تهدیه خونیها رو را میدازن، سرمایه گذاری میکنن، اما اون هم روحیش تغییر کرده. یعنی روحیش به شکل یک فلسفه و یک کارنوال خیابانی در آمده. مردم با جدیت شرکت نمی کنن، میرن ملاقاتی بکنن، دوستان خودشون رو ببینن، از گفته های خودشون که در این رادیوها و تلویزیون ها سخن می گوین. اما فرار کردن برای اینکه خودم رو از این منجلاب، چون با ذهنیت من نمی خوانن. شما در امریکا هم بیان بهترین ذهنیت هم داشته باشین، ذهنیت اینجا با ذهنیت شما نمیخوانند. اما یک تلفن بسیار تاثیرپذیر داشتم از یک کارگر ایرانی. توجه بفرمایید. سلام عرض میکنم. بخشید ما هیچ آزادی نداریم. من یک کارگر یک کارخونه هم همین دیدیم انداخت همین دیگه کارگر یک کارخانه که انداختنش بیرون، حالا با بچه چه بکنه؟ با زندگیش چه بکنه؟ این صندوق هایی که صدقه هست و مردم میرن صدقه پرداخت میکنن، آیا در ایران مستحق کم هست که از دید پوشیده باشه؟ که راه رو کوتاه میکنن و صدقه میدن و این صندوق صدقات در واقع اجاره یک عده که از دولت میگیرن، پولش به هیچ جا نمیره جز جیب شخصی خودشون. که بدین به خانوادهشون در امریکا برسونن. خب هر کسی اختیار پول خودش داره، اما این امکان وجود داره که هنوز مردم به هم کمک کنن، نذارن، اجازه ندن. این بزرگترین حرکت سیاسی، فقط قر زدن سیاسی کافی نیست. این کارگری بیچاره که با این صداش میگه من رو بیرون کردن، من کجا بره؟ چه امکانات اجتماعی هست که به این مرد کمک کنه؟ واقعا جای تأسفه. از طرفی در ایران میبینیم، نشون بدین توریستی میره در ایران، بساط تفریح هست، زیبایی های در ایران هست، میگم یک جامعه کاملا متضاد، همه چیزش در تضاده. میبینین زیبایی های هست، این در بنده، در چقدر زیبا مرد دوم میرن در اونجا میشینن کنار آب روی تخته با فرش، تخته های فرش پوشیده شده، کباب میخورن، جگر میخورن، تفریح میکنن. اینها هم هست، تفریحات در ایران هست، زیبایی ها در ایران هست، اما خب این تضادها هست. باید یک جوری خود مردم در این برهه به هم کمک کنن. در زمان جنگ جهانی دوم در پاریس که زیر بمباران بود، اشیای هنری مردم اینها رو می بردن مثل جان شیرین، مثل فرزندانشون نگهداری می کردن. وقتی جنگ تمام شد تمام اشیا رو برگردوندن به موزه لوفر، گفتن این مملکت باید موزه داشته باشه، نگهداری کردن. ولی در چنین مواقعی آیا این درسته که بعضی از مردم خودشون زمین ها رو میکنن تا عتیقه های ایران رو ببرن بفروشن، آنچه که در دستشونه، حفاظت نکنن، هر کسی گلیم خودش رو از آب بکشه بیرون؟ دولت هم شبیه خود انسانه، انسان ها هم شبیه دولت هم. لازم و ملزوم هم دیگه هستن. در اینجا خود جامعه باید بیشتر ارکستر رو هدایت بکنه،
که نذاره اون گونه بهش ضربه بخوره و این امکان توان در دست مردم ایران هست. این بیتفاوتی و ابرو بالا انداختن، شال با شانه بالا انداختن که هر کسی به خودش فکر کنه فقط باید از بین بره. خیلی ممنون امیر جان. و موضوع دیگر، مثلا با گزارش هایی میبینیم امیر جان خیلی ممنون، عملهای جراحی، مردم به زیباییشون میرسن، به لباسشون میرسن، به تفریحاتشون میرسن، انتقادشون هم میکنن، ناراحت هم هستن. نون امروز 1000 تومنه، فردا 2500 تومنه. به یه شکلی چگونه من نمیدونم این جامعه تحت چه ضوابط شرایطی داره معجزه داره میکنه. در واقع معجزهش معجزه مردمه که چگونه با این شرایط باز دارن میسازن و زندگی میکنن. 7000 جراح بدون مجوز در سراسر ایران عمل جراحی انجام میدن. همه اینها هست، اما فرار کردن راه اصولی نیست. خیلی خوب، انقلابی شد برای بهتر زیستن، به بیراه رفت. حالا ایده ای هم که مخالف انقلاب بودن، ایده ای که ضرر دیدن از اون انقلاب، میگن حقشونه، بخورن بکشن، سزای عملشون همینه، بوم رو سرشون بیاد. یک آقای یهودی ببینید چه پیغامی گذاشته برای ایرانی هایی که امروز دربند هستن، مثل این بیچاره کارگری که کارش رو از دست داده و فرزندانش بینون ماندن. گوش بکن. من خودش دیگرم برای ملت اسرائیل، مردم اسرائیل باشید، دیگرم برای خودت و ملت ایران باشید. یکی چجوش کساری میزنی اسرائیل، چه کار اسرائیل باید بکنه؟ باید بیاد ایرانم بمبار بکنه، باید بیاد این ایران بمبار کن که من بتونم با خونم از این آخوندا بگیرم. در غیر صورت هیچ رای ندارم، باید ایران بمبار بشه، باید ایران زیرو بشه تا آخوند بفهمه که ملتم بفهمن مشتاره گرفتن بلا گفتن مرد برشبا. باید بکشن مله، از بیشتر باید بکشن، دلار ۱۰۰۰ تومن باید بخرن. اینا جوشوی که زیاد برای خود بیزنی و هیچ از سیاست هم خبر نداری، نمیدونی چکار. خب من هیچ از سیاست خبر ندارم، نمیدونم. من رو کلی ایشون نصیحت کردن برو درس سیاست بخون. ایران باید بمباران بشه، باید بمباران بشه، باید همه از بین برن. چرا؟ چون یک روزی مشتها رو بالا کردن و گفتن مرد بشرا، یعنی کودکان ایران که اصلا نمیدونن کجای کار هستن. این نسلی که در این 33 سال دو برابر اندی شده، جوان اصلا نمیدونن، در انقلابی نبودن. حالا اون انقلاب که موضوعش جای خودش گفتش، ولی اینکه ایشون منافع خودشو در اون انقلاب از دست داده و میگه من باید ایران بمباران بشه، زیر و رو بشه، یعنی چی؟ یعنی میلیون ها کشته بشن. چون منافع ایشون در زمان انقلاب به خطر افتاده، احتمالا کارخونه ای داشته بسته شده. خب شما یا ساکن لس آنجلس هستین یا ساکن اسرائیل، به هر حال کارخونه باز کنید. به خاطر نفع تجاری خودتون دارین آرزو میکنید که ایران مبالا بشه و باید بشه. دلتون برای اسرائیل نسوزه. چرا؟ ما هفته پیش صحبتی کردیم که خب به هر حال اسرائیل و فلسطین در کنار همن، این دو نفر باید همسایه، بنده که همسایه هیچ کدوم نیستن، باید با هم کنار بیان، باید برادرانه و خواهرانه زندگی کنن. بلا در آینده با ازدیاد جمعیت این اعراب در مقابل جمعیت اندک اسرائیل به مشکل خواهد افتاد و بعد ما رو تهدید میکنن که به شما چه به اسرائیل کار داریم. من نمیفهمیم، بیکاریم نشستون اونجا راجع به اسرائیل. ما که اصلا راجع به اسرائیل صحبت نمیکنیم، ولی هر از گاهی چطور راجع به ایران صحبت کنیم؟ چطور در داخل خود اسرائیل از رسانه فارسی گرفته تا عبری و همه تمام هایلایت و سرخطاشون رو راجع به ایران میگن؟ اون طرف قضیه خوبه، ولی ما به اسرائیل کاری نداشته باشیم. به شما چه دخالت؟ یک تبوئه، نباید دخالت کرد. باید ایران بمباران بشه، چون منافع این آقای یهودی در زمان انقلاب به خطر افتاده، یا منافع پدرش، هرچی، و میخواد میلیون ها کشته بشن، براش مهم نیست.
خودش رو برتر میدونه. حالا من بعد از این یک اجازه بدین به حرف ایشون و بعد به صحبت خواهر دیگمون که ببینید ما چقدر وقتی که اندیشه رو وقتی بیان میکنیم ببینیم فقط دولت ها نیستن که ما رو در خطر گذاشتن. این تبلیغ دولت ها برای جنگ، زدیت با هم دیگه، شعبده بازی روی صحنه، زد و بند پشت صحنه، چگونه انسان ها رو بر علیه کم کرده، چگونه مسلمون بر علیه یهود، یهود رو بر علیه مسلمون، ایرانی اسرائیلی بر علیه ایرانی مسلمون، اینها تمام تبلیغاتیست که این دولت ها را انداختن و ما رو دشمن هم کردن. و خطر این هست، ذهنیت این آقا که میگه ایران باید بمباران بشه، این یه ذهنیت نیست، این ذهنیتیست که در بسیاران گسترده شده، لانه کرده و خطره. اگر قدرت در دستش باشه، خدایی ممکنه بمباران کنه. دولت ها میان و میرن، ولی تحت تاثیر قرار گرفتن مردمان هست که من رو به وحشت میندازه، که در کنار هم زندگی میکنن اما از هم نفرت دارن. به بقیه صحبت های این آقا و خواهر عزیزم از اسرائیل که چندین بار به من زنگ زده و صحبت های ایشون هم، ما باید گول تبلیغات دولت هامون رو نخوریم. ما انسان ها باید زندگی کنیم در کنار هم. میریم فرزندان مخواهد آمد با این چین و نفرت، جز این که بشریت رو با دست خودمون نابود کنیم هیچ دستاورد دیگه نخواهد. کنی خود بیشتر مطالب، کنی خود بیشتر خود فکر کن که چی داره میگه. خانم افشین سلام، من از اسرائیل زنگ میزنم به شما. میشه میگی شما تلفنتون رو بذارین من با تو تماس میگیرم؟ نمیگیرین، مهم نیست، ولی من حاضر شما رو دعوت کنم برای یک ماه با خرج خودم در منزل خودم با تمام گردشهای داخلی ازت دعوت کنم بیاین و از نزدیک ببینین. به این خط خود قضاوت نکنین، بیبی نتنیاهو خوب نیست، اون خوب نیست، هر دکی اسلام هست، اسلام خراب است، آدم کشه، آدم میکشه. این نمونهش همی آسو تا شورا نمیدونم، اون عزاداری های اون دیوانگیری های اسلام. میگه در سوریه اسلام یهودیته، میگه در مصر یهودیته، میگه در تمام بغداد یهودیته، میگه طالبان یهودیت اونجا هست. اسلام دوست داره آدم کشه، خونریزه، در قرآنتون نوشته شده. خانم عزیز خجالت نکشید، تقصیر رو به گردن بیبی نندازین. من میخوام بیبی نتنو نندازین. من بیبی نتنو الان 80% بالا رفته، مردم اسرائیل برشت چیز کردن، این دفعه همچی بالا میره. خیلی در مجلس خیلی دوستش دارن. دیدی وقتی که جنگ تموم شد تمام ملت اسرائیل اعتصاب کرد، گفت چرا کرده، خوب بود دفاع کنیم بیشتر. چرا بی خود قضاوت بکنی؟ چرا چیزی که نمیدونی میخوای بگی؟ اسلام خراب است، اسلام آدم خوشه، اسلام آدم میکشه. تو ایران میگه اونا یهودی هن که اینقدر اینا رو میکشن و تجاوز میکنن. ببینم کدوم یهودی دیدی یک کشور اروپایی اذیت کنه، یک جنگی بکنه؟ کدوم یهودی دیدی در دنیا یه مسلمون ها یه نمیدونم یک گربه نمیدونم این ارمنی ها سبیا رو بکشه؟ کدوم؟ از اینجا قصه میخوره که اسرائیل عظمت نابود میشه. نه، نابود نمیشه. اگر 60 سال پیش با هیچ با 4 کشور بزرگ عرب جنگید، اینقدر اینا رو شکست داد، حالا دیگه نمیتونه شکاری بکنه. ما کمی راست میگی، عرب زیاد میشه، ما هم یهودی همون مومن همون آدمشون زیاد میشه، ولی میگه سگ که چاق شد میزننش رو پلو. اینا عقل ندارن، اینا ده یه میلیونشون با دو تا آدم ها ارزشش بیشتر نیست. دو تا یهودی با یه میلیون یهودی ها عقل نه، یهودی ها تحصیل کردن روشن فکرن، خدا من عقلی به اینا داده که نمونه ندارن. بیا تو رو به خدا
این خواهر عزیزم 4 بار به من زنگ زدن توی چند ماه اخیر. 2 بار هفته گذشته 3 پیغام گذاشتن. هرچی جلوتر میره تندتر میشه. اولا خیلی ممنون عزیزم که من رو دعوت کردین به اسرائیل با محبت. 2 بار در همین پیامتون و در پیام بعد و بعد البته بخشی از این صحبت که میره جلو میگن شما مرده پرستی که مصدق رو میخواد و بعد موضوعات دیگر. نه به اون دعوت دوست داشتنی و خواهرانه خالصانه و نه به توهین هایی که بعد میاد. ما اصولا ایرانی ها عادت داریم وقتی پیغام میذاریم اولش آروم میریم، یواش یواش آخرش به فحاشی میکشه. اولش آروم و خوب و خوب با همون منطق تا آخر برو منو متقاعد کن. و بعد موضوع من نابودی اسرائیل نبود. حرف تو دهن من نذاری، حرف تندروها رو در دهن بنده نذاری. بنده هرگز در تمام این تیپ ها وجود داری نگفتم اسرائیل نابود میشه. چرا حرف تو دهن من میذاری؟ اصلا صحبت سر یهودی و عرب نبود، صحبت بر سر این بود که این حال به ما میگن اصلا شما حق نداری حرف بزنید. به شما چه که راجب اسرائیل حرف، برو به موضوع. بیکاری در اینجا نشستی. چطور راجب ایران الان همه دارن صحبت میکنن؟ همین اخبار ایرانی داخل خودتون جز ایران حرف دیگری نداره. ما باید زیب بکشیم هیچی نگیم. من فکر میکنم جامعه بشری حتی اگر یک کشور نقصان درش باشه از لحاظ فقر، سیاسی، تروریسم، کل جهان تحت تاثیرش ضربه میخوره ازش. و فکر نکنین که بنده حالا دارم میگم بچه های غزه. من میدونم مشکلات فلسطینی ها چیه، تندروی های اونها را میدونم. اینی که میفرمایید اینها اسلام آدم کش اسلام، بله تندروها هستن، ولی آیا 1.5 میلیارد مسلمان همه آدم کشن؟ همه تندرو هست؟ اون بخش تندرو هست. مگر در خود همین اسرائیل چند سال پیش یک جوان اسرائیلی رو مذهبی نبود و نیروهای مذهبی اون رو شستشوی مغزی ندادن، وادار نکردن اسحاق رابین رو بکشه؟ خب نمونش که در خود اسرائیل هست. خود آقای مناخیم بگیم قبل از اینکه اسرائیل واقعا اسرائیل امروز بشه، مگه بوم نذاشت در کینگ دیوید هتل 91 یهودی و مسلمان و مسیحی رو کشت که تا امروز میگن رکورد داره؟ کدوم مسلمان این ور اون ور؟ بله اینا یه گروه های رادیکال هستن و علتی داره که این گروه های رادیکال هدف ترس منم از همینه که این گروه های رادیکال رو باید جلوشون رو گرفت. چگونه؟ با آموزش، با داخل آدم حساب کردن، نه اینکه به این 1 میلیون مسلمان فلسطینی برابر با 2 تا یهودی. چون میفرمایید خداوند عقل به اینها داده، خداوند عقل به یهودیان داده، 2 تا یهودی مساویان با 1 میلیون عرب. نه، 1 یهودی، 1 عرب، 1 مسیحی، 1 بودایی، همه یکی هستند. هوش بیشتر ممکنه کسی ژنتیکی هوشش بیشتر، اون شرایط محیطی هست که انسانها رو بهتر یا بدتر میکنه. این ذهنیت و این دیدگاه ذهنیت ضد بشری نجات پرستیه و شما در همین صحبت کوتاهت نشان میدی که فکر میکنی قوم برتر هستین، فکر میکنی 1 میلیون عرب مساوی با 2 تا یهودی، یعنی عقل ندارن، گوش ندارن، وحشی هن، آدم کشن. خب با چنین ذهنیتی وقتی شما و اون آقایی که میگه ایران باید نابود بشه، این 1% خیلی کمی هم از مردم یهودی ایرانی باشن، حالا بگذاریم یهودی خود اسرائیلی، خیلی خطرناکه، زنگ خطره. ما نباید اینگونه نگاه کنیم به مسائل و بعد امید بستید به این که مذهبیون اسرائیلی دارن جمعیتشون زیادتره، دارن اولاد بیشتر تولید میکنن. اتفاقا این زنگ خطره.
چون همین یهودیای مذهبی شاس با این ریشای بلند خودتون میدونین 7-8 بچه دارن، کار نمیکنن، بهترین مدارس رو میرن، بهترین امکانات رو دارن و شدن بزرگترین مزاحم مردمان اسرائیل. مگر همین پارسال نبود که جنگ را انداخته بودن، سنگ پرتاب میکردن، دولت خودتون ارتش مقابلش نیستاد. یعنی اون چیزی که اگر این مذهبی ها زیاد بشن در اسرائیل، که اینها هیچ کم از آخوندهای خودمون ندارن. آخوند آخوند عزیز من، تو افتخار میکنی به اینکه مذهبیون تو خوشبختانه دارن زیاد میشن در آینده. اون چیزی که ایران 33 سال پیش تجربه کرد، متاسفانه وقت اسرائیل 30 سال آینده، اگر این مذهبیون زیاد بشن، اکثریت رو بگیرن، بسیار زنگ خطره. اینها مزاحم مردمان آزادی خواهان اسرائیل هستن. روز شنبه نمیدونم اتوبوس تعطیل باشه، خیلی قوانین اینها میخوان اجرا کنن، دولت مقابلشون ایستاده. ولی متاسفانه امروز همین ها هستن که آقای نتانیاهو رو حمایت میکنن. خیلی خوب، فکر کنیم شما اندیشتون درست به زعم خودتون و اون آقا اینگونه. آیا فرزندان شما، نوادگان شما که در اقلیت خواهند بود، اقلیت نفراتی، و دو دهه پیش، یک دهه پیش این بچه ها با سنگ مقابل اسرائیل میستادن، ارتش امروز با موشک، فردا با چه تکنیکی؟ آیا اینطوری میشه زندگی کرد؟ حالا بگیم اینا سگ که چاق شد رو پلو نمیذارن، اینا 1,000,000شون مساوی هم با دوتا اسرائیل، اینا آدم کشن. این شیوه اگر بخوان ذهنیت این حکومت های استبدادی و دیکتاتوری هم مثل شما و اون آغاز خوشبختانه هستن کسانی مثل یک بانوی فرهیستی آزادی خواه خانوم تیزیپی لیونی، که من چقدر این بانو رو دوست می‌دارم. و 4 سال پیش این خانوم در واقع رأی عموم رو برده بود، منتها آقای شیمون پرس نداشتن، همین تندروهای مذهبی مقابلش ایستادن. در این 3 ساله این خانوم لیونی امید آینده، و من شنیدم از خود یهودی ها، چون من 4 سال پیش 3 سال پیش بود موقع انتخابات بیوگرافی این خانم رو آوردن، به من زنگ زدن گفتن این خانم خرابکاره، این یه چپه، این اسرائیلی نیست. یعنی خودشون، این اسرائیلی اصیله، ایشون اهل لهستانه. اتفاقا جزء اشکنازی ها حساب میشه، در خود اسرائیل متولد شده، موافق آزادیه و میگه جز صلح با فلسطین ما به جایی نمیرسیم. خودش مقابل آقای نتانیاهو ایستاده و عده‌ای از این تندروها مخالف خود این خانم هم هستن، میگن اینا یه عده چپ هستن. اما اکثریت، چون این خانم 3 سال پیش اکثریت رأی رو آورد، پاپولار ووت، ولی خب نمیدونم سیستم اسرائیل چگونه کار میکنه. به هر حال در تعداد صندلی ها اون چپی ها که هر کس در یه گروه تشکیل بده مثل که چند تا رأی میتونه داشته باشه، متاسفانه راه درستی رو نمیده، در طرف راست تاریخ قرار نداره. و اینکه شما هر کسی رو اگر از آزادی صحبت کنه، چه مثل خانم لبنی لبنی و چه مثل ما که به هر حال ایرانی هستیم، هرگز پامون به اسرائیل نرسیده، مذهب دیگری داریم، ماها رو ضد اسرائیلی بدونین، این بسیار اندیشه خطرناکیست. این اندیشه باید زدوده بشه. ببینید، این محمود عباس آمد در سازمان ملل و با 138 رأی موافق از بین کشورهایی که عضو سازمان ملل هستن، 9 رأی موافق. به هر حال بعد از تقلای زیاد با ارتقای وضعیت تشکیلات خودگردان فلسطینی، این کشورها از نهاد کشور فلسطین رو از نهاد ناظر به دولت ناظر غیر عضو موافقت کردن و این یک پیروزی بزرگ بود برای محمود عباس، برای فلسطینی ها شادی کردن. اما هنوز شادی هاشون در خیابان کف میکوبیدن که دولت اسرائیل اومد گفت نه، 3,000 خانه باید در کنار ترانه های غربی رود اردن و در شرق اورشلیم ساخته بشه، که حتی امریکا که مخالف موافقت رأی منفی داد به این قرار داد. خانم کلینتون دروز میگه این چه کاریست میکنیم،
ایستاده مقابل اسرائیل. خب این روش های درست شما موافقه میگی بی 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 نتانیاهو 80% رای آورده. اتفاقا اشتباه میفرمایید. بی بی نتانیاهو کسانی که موافقش هستن در داخل حزب خودش الان محبوب نیست، چون داخل حزب خودش میگفتن ارتش رو ببر به داخل غزه و جا نزن. به این شیوه که تمام شد، اسرائیل با درست بیشتر کشت از اون ور و دست بالا رو داشت در شیوه نظامی، اما اتفاقاتی که در اسرائیل افتاد، 6 اسرائیلی کشته شدن، مناطقی خراب شد، اون بمبی که در اتوبوس گذاشتن، اینها علائم بسیاری بدی بود برای اسرائیل و موفق از این جنگ 8 روزه بیرون نیامد و همه اون تندروها میخواستن که بیبی نتانیاهو بره داخل غزه. واداد، یعنی اون تندروهایی که حمایت میکنن از بیبی ازش ناامید شدن، گفتن تو وادادی، باید میرفتی و کار رو تمام میکردی. اینی که این 80% که شما میفرمایید ممکنه در آن واحد بوده، ولی من فکر نمیکنم بیبی نتانیاهو در داخل حزب خودش محبوبیتی داشته باشه الان، چون کار نیمه تمام گذاشت و الان تبلیغات به نفع اون طرفه. این از اون. و بعد به غیر از صلح، عزیز من، خواهر من، راهی وجود نداره. من در اینجا نشستم، نه همسایه شما هستم که بخواد بمبی رو سر من بخوره نارم، نه همسایه فلسطینی ها هستم. ما اینجا صحبت ها رو میکنیم، نگران بشریت هستیم، نگران دوستی انسان ها هستیم، نگران بزرگترین و عمیقترین دوست اسرائیلی ها و یهودیان اسرائیلی، یهودیان ایرانی، همانا ایرانه. چون در آینده کشورهای عرب نه با ایران خوبن، نه با اسرائیل، با یهودیان. اینا از زمان محمد مشکل داشتن. حالا چقدر تبلیغات آموزشی بشه تا این ریشه نفرت و کینه مذهبی از دل آدم ها بره؟ کسی که در اون گوشه، در اون منطقه خطر، گفتم در یک خانه یا قصر شیشه‌ای قرار گرفته اسرائیل، تمام خاکش هم از موشک پر کنه موفق نخواهد شد. در یک خانه شیشه‌ایه و دشمنیش با ایران باید تبدیل به دوستی بشه. باید کمک کنه آزادی خواهان ایران رو با این تبلیغاتی که هر روز میکنن که به ایران حمله کنن، تبلیغ کنن برای آزادی خواهان ایران. باور کنید نزدیکه که ایرانی ها از طریق حقوق بشر غیور بودنشون این نظام رو کله پا کنن. این نظام بر روی آبه. باید کمک کنن، در کنار ایرانی ها بیستن و اتفاقا اسرائیل بخواد ایران قوی شه، چون تنها یارش در منطقه است، از امریکا خیلی فاصله داره. اینی که این دشمنی که شما و دوستتون به طرف مردم همسایه و ایرانی ها، البته شما راجع به ایرانی ها صحبتی نفرمودید در اینجا، ولی دوست ما که میخواد به مراشه، این به نفع هیچ کس نیست، نه به نفع بنده است، نه به نفع شما. ولی در اینجا اصلا من صحبت از موضوع مذهب، آیین، دین نکردم. صحبت از این که این تنش‌ها در نهایت در یک دهه دیگه، دو دهه دیگه، سه دهه دیگه به نفع هیچ کس نیست، دنیا رو به سوی نابودی خواهد برد و در نهایت ممکنه خود مردم اسرائیل زیر این بمباران ها قرار بگیرن، حس اعتماد و اطمینان نکنن، دست بچه هاشون رو بگیرن فرار و برق مهاجرت بکنن. امروز رو نگاه نکنید که در جای خود همه محکم نشستن، آینده رو نگاه کنید. در حال یک بار دیگه عزیزم، خواهرم، شماره تو بذار، چون 4 نوبت که برای من گذاشتی 2 بار شماره نگذاشتی، 1 بار شمارت مشخص نبود، 1 بار بود بنده غفلت کردم، میبخشید برای من تلفن تو بذار و حتما با هم صحبت خواهیم کرد. یک موضوعی که در این همین دیگه، ما اسیر یک دولت ویرانگر هستیم و همه دارن پا روی حق ما میگذارن. الان در یک فرستادم، اگر این رو برسیم عزیزم نشون بدید، در موزه لوور میگوین بر روی آثار ایرانی دارن میزنن آثار عربی و کانون اروپایی برای آموزش جهان بینی زرتشت، اینها آمدن پتیشنی گذاشتن
نوشتن هم میهنان ارجمند، امیر عزیزم خواهش میکنم این آدرس پتیشن رو نشون بده. بسیار مهمه که هم میهنان عزیزمون به این پتیشن پاسخ بدن و امضا بکنن. هم میهنان ارجمند خواهش میکنیم این دادخواست پتیشن بسیار مهم را درباره کلاهبرداری موزه لوور و دستورد به هویت و فرهنگ و تاریخ ایرانیان کلیک کرده و آن را پر کنید. نشان دهید که با تمام بیچارگی های 33 سال گذشته هنوز مردمی زنده هستیم و از سطح فرهنگی بالایی برخورداریم. و فرمودن که بله، در این زمان 10 روزه که این پتیشن رو گذاشتن، 300 نامه بسیار گرمه و خدمت شما میگوین که دولت فرانسه بر روی بسیاری از آثار ایرانی که در موزه لوور هست به جایی که بنویسه ایران نوشته عربی، لینک در همینجاست، این رو خوشبختانه گفتن. 300 نامه بسیار گرم از سوی مردمان فرانسه، بلژیک و سوئیس در پشتیبانی از ایرانیان به ما رسیده. ما از این نامه ها که برای تصویر ایرانیان در جامعه غربی بسیار ارزشمند است یک کتابچه درست میکنیم و آن را همراه با نتیجه این دادخواست یا پتیشن به رئیس جمهور، وزیر فرهنگ و رسانه های فرانسه و انگلیسی خواهیم فرستاد. پتیشنش هست، بله. اجازه بدید من بگم شما به وبسایتشون هست gopetition.com/petition/we-ask-the-louvre-museum to stop scamming Iranian culture. حالا اینه که از فرس میتونه بکنه مقابل دوربین من نمیدونم، شاید وبسایت این آقایان از طریق وبسایت بدیم و لینکش این پتیشن در اونجا خواهد بود. هست www.gata.org gata.org که پر کنیم که نذارن آثار ایرانی رو به نام آثار عربی. همه جا دارن تجاوز میکنن به خاک ایران، سه جزیره رو میخوان جدا کنن، نام خلیج فارس رو میگوین خلیج عربی، آثار ایران رو بر روش آثار عربی میگذارن. باید خودمون هم دیگر داشته باشیم. به اون هموطن عزیزم معلمی که از ایران در شروع برنامه میگفت ما باید فرار کنیم، میخوام فرار کنم، راهم چیه، بخوام بیام خارج از کشور، نباید کسی فرار کنه، باید بمونی، چون میندازین دیگه مملکت دست آخوند. و اینها به هیچ چیز فکر نمی‌کنن، چون به ظاهر اسلامیزه کردن منطقه، اما آدم ایسه این یک بهانه است. اینها کشورگشایی میخوان بکنن، اینها قدرت طلبی میخوان بکنن به شیوه همون گذشتگان. حالا امروز هم البته این موضوع در خود منطقه هم هست، فقط کشور ایران نیست که در سودای کشورگشایی هست. هر کس به یک شیوه، به یک روش، یا به روش دموکراتیک، حقوق بشرانه، شکایات به سازمانهای جهانی، موجه جلوه دادن خود رو قربانی جلوه دادن یا به عنوان یک رادیکال. متاسفانه قدرت فساد میاره، قدرت مطلق فساد مطلق میاره. خدمت شما عزیزم، ما فکر نمی کنم زمانی داشته باشیم برای پخش اون شستشوی مغزی. 3 دقیقه نمود. خب یک فیلمی بود که میخواستم خدمتتون نشون بدم که چگونه شستشوی مغزی میکنند انسانها رو در ایران. این یک بار نشون دادم، بخشی از این رو بازسازی شده، مهمه که ببینیم. اما در ایران شیوه های مختلف هست، مذهبی هست، غیر مذهبی هست. من فکر میکنم غیر مذهبی ترین مردم الان در ایران هستن، چون جنگ با مذهب دارن و خیلی ها میخوان بازگشت کنن به گذشته و آیین زرتشت، کما اینکه این فروهر و اشیایی که شکل تخت جمشید رو نشون میده قبل از اسلام، آنچه که قبل از اسلام بوده، بازگشتشون، رفتنشون، سرنیز کردنشون موقع عید نوروز به کنار ابر کوروش یا به خاک مقدس حکیم توس، اینا همه نشانه خوبه. همش هم نباید فکر کنیم مردم همه مذهبی شدن. بله، اماکن مذهبی هم میرن. خود منم در ایران بودم، شاید در این کارناوال تزیه خانه ایران شرکت میکردم که بسیار هیجان انگیز و زیبا درستش کردن. حالا بگذاریم از اون بخش ضربه زنی و زنجیر زنی و خون ریز که امسال نبود،
که خودشون رو خون میزدن رو خونین و مالین میکردن. یک نمایشنامه خیابونیست، مردم میرن در خیابان. مسیحیت هم الان از اون شیوه به در آمده به شکل تفریحی تر. این روزهای یک شنبه که برین کلیسا با موزیک و راکنرول و رقص و آواز شروع میشه. یک ایمانیست در دل مردم اینها شکل عوض میکنه. شما به عنوان یک محله باید اتفاقا بیستی و بجنگی. و من خوشبینم به ایران، علی رغم تمام تبلیغات مذهبی که اینها انجام میدن خوشبین هستم. خبری هم بود که رئیس پلیس تهران برکنار شده به خاطر موضوع پرونده ستار بهشتی، که این خبریست بسیار خوش. اما نهادهای جهانی خواستن از ایران که پاسخ بدن که بر این جوان رفته. و همچنین وزارت امور خارجه، سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا خواسته که نسرین ستوده آزاد بشه و 30 بانوی دیگر زندانی، نگران از وضعیتون و این توجه به حقوق بشر. من امیدوارم این نهادهایی که به ما میگن دخالت نکنی در امور اسرائیل و خودشون بام تا شام بر علیه بر قسمت اتمی ایران تمرکز دارن، بر این بخش های حقوق بشری هم تبلیغ بکنن، چون این بخش هست که در نهایت میتونه آخوند رو سرنگون کنه و میتونه ما رو به عنوان دوست و رفیق در کنار هم بگذاره. نه اون معلم بخواد از ایران فرار کنه، نه دوست یهودی ما بخواد ایران بمباران بشه، نه خواهر یهودی من فکر کنه که دو اسرائیلی برابرن، هوششون خدادادی مساوی هستن با یک میلیون عرب. من این ذهنیت ها رو نمیفهمم. برای من یهودی و غیر یهودی و مسلمون و غیر مسلمون و لا مذهب و بودایی، اینها انسان انسانه، شخصیت انسان مهمه. ولا ممکنه بالاترین دانش رو هم داشته باشه اما بدخواه باشه برای بشریت. ما از درون، از ذهن خودمون، از قلب خودمون باید آغاز بکنیم. وقتی قلب و ذهن خودمون تخریب یک ملتی رو میخواد، اون خودش یک حکومته، خطرناکتر از یک حکومته، کمتر خطر از یک حکومت نداره. من بسیار سپاسگزارم از شما، از امیر شهرتی گرامی. روزهای شنبه 8 بامداد خواهر عزیزم میتونه بعد از برنامه 5 دقیقه دیگه زنگ بزن، من جوابتون میدم. اگر نه تلفن تو بگذار، چون معمولا ترافیک شلوغ بعد از برنامه، حتما باهات صحبت میکنم. بدرود تا برنامه دیگر. به امید دوستی این کینه و نفرت از دل خودمون بندازیم بیرون، بکشیم بیرون. زهرادینه.